اگر در مورد کادمری چیزی نمیدونی یا میدونی یا میخوای به اطلاعاتت بیشتر اضافه بکنی، پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای ویدیو همراه من باشی، چون قراره که بهت یاد بدم چطوری میتونی حین عکاسی و فیلمبرداری با موبایل یا دوربینت بهترین کادرها رو ببندی و سوژت رو توی بهترین نقطه قابت قرار بدی. با من تا انتهای ویدیو همراه باش، مطمئنم که این ویدیو میتونه خیلی واسهت کاربردی باشه رفیق. برو بریم. سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از من. عرفان هستم و همونطور که متوجه شدید قراره که توی این ویدیو در رابطه با اصول و نکات کادربندی توی عکاسی و فیلمبرداری با موبایل یا دوربین حرفه‌ای براتون صحبت بکنم. قبل از اینکه بریم سراغ مبحث اصلیمون، سه تا نکته رو میگم که لطفاً بهشون توجه بکنید و تا انتهای ویدیو بر اساس همین سه تا نکته‌ای که گفتم با من همراه باشید. نکته اولی که باید رعایت بکنید و در از کاری که باید انجام بدید اینه که برید توی تنظیمات دوربین موبایلتون یا اگر دوربین حرفه‌ای دارید برید توی بخش منوی دوربین حرفه‌ایتون، بخش دیسپلی ستینگ، گزینه گرید لاینز رو فعال بکنید. توی دوربین‌های موبایل هم همون بین تنظیمات بگردید قطعاً پیداش می‌کنید، خیلی گزینه صاف و ساده و ترتمیزی اون وسط هست و فعالش بکنید. زمانی که فعالش کردید همچین خطوطی توی تصویرتون ایجاد میشه که به اینا میگن گرید لاینز یا خطوط راهنما. نکته دوم، تمام توضیحاتی که توی این ویدیو دارم بهتون میدم محدودیت خاصی ندارن. شما چه بخواید عکاسی بکنید، چه فیلم برداری، چه با موبایلتون، چه با دوربینتون بخواید این کارا رو انجام بدید، تمام اینا اصول اولیه کادربندی هستن که باید، یا بهتر بگم بهتر رعایتشون بکنید. پس هیچ فرقی نمیکنه که شما الان در حال حاضر گوشی دارید یا دوربین دارید. و در نهایت نکته سوم این که اینا یه سری اصول و قواعد هستن که با رعایت کردنشون عکسای شما، سوژه‌های شما جای بهتری پیدا میکنن توی کادرتون و کادرتون قشنگتر بسته میشه. هیچ الزامی نیستش که حتما تمام صحبتهای منو توی این ویدیو رعایت بکنید و همشون رو، ترکیب همشون رو رعایت بکنید توی کادرتون، چون اصلا امکان پذیر نیست این اتفاق. اما با رعایت کردن هر کدوم از این بخشایی که من توضیح میدم جلوتر میتونید عکسای خیلی خیلی جذابی بگیرید. زمانی که خطوط راهنما یا همون گرید لاین ها رو فعال میکنید، دو تا خط عمودی و دو تا خط افقی هم طور که میبینید روی تصویرتون ظاهر میشن که کارشون کمک کردن به شما و در اصل راهنمایی کردن شماست که ببینید سوژه‌تون توی کدوم قسمت از تصویر قرار داره. این خطوط هم طور که میبینید کادرتون رو به 9 تا مستطیل مساوی تقسیم میکنن و اگر بخوایم دو تا دو تا خطوط افقی و عمودی رو در نظر بگیریم، هر بخش از تصویر رو به 1/3 در اصل به یک قسمت تقسیم کردن که در نهایت 3 تا بخش عمودی و 3 تا بخش افقی داریم که نقطه تلاقیشون 9 تا مستطیل رو تشکیل دادن. موضوع اولی که میخوام در موردش صحبت بکنم خطوط 1/3 هستن، دقیقا همون چیزی که الان گفتم. خطوط 1/3 دقیقا میشه دو تا خط افقی، دو تا خط عمودی. زمانی که شما میخواید عکاسی بکنید، عکاسی پورتره مثلا، بهتره که کادربندیتون جوری باشه که سوژه شما، چشماش، حالا سوژه‌تون ممکنه پورتره هست، حتما همیشه در مورد انسان نیست، ممکنه از یک حیوان عکس بگیرید، فرقی نمیکنه. سوژه‌تون چشماش در اصل روی خط 1/3 بالایی قرار بگیره. این بهترین نوع کادربندی توی عکاسی پورتره است که چشم‌ها دقیقاً روی خط 1/3 قرار بگیرن، خط 1/3 بالا. موقعی که دارید عکاسی منظره می‌کنید به صورت لندسکیپ یا افقی، دوربینتون افقی گرفتید، این چی بود؟ اینطوری می‌گیرن در اصل. افقی گرفتید، بهتره که خط افقتون، اگر که فقط آسمون رو دارید، زمین و آسمون رو فقط دارید، بهتره که خط افقتون یعنی نقطه تلاقی آسمون و زمین اون انتها روی خط 1/3 پایین باشه، همونطور که دارید تو عکس هم میبینید. یا اگر که توی تصویرتون، توی کادرتون 3 تا سوژه دارید، 3 تا منظره متفاوت دارید، مثلا زمین، دریاچه یا دریا و آسمون، اون وقت دقیقاً کادرتون رو به 3 قسمت تقسیم می‌کنید و زمین رو توی 1/3 پایین، دریا یا دریاچه یا اون بخش میانی، حالا ممکنه جنگل مثلا باشه، توی بخش وسطی، و آسمون رو توی کادر بالا یا بخش بالایی قرار میدید. توی عکاسی عمودی هم همینطور، فرقی نمی‌کنه، بهتره که اینطوری عکاسی بکنید. پس خطوط 1/3 خیلی مهمه توی هدایت کردن چشم مخاطب، کلی میتونن به ما کمک بکنن. زمانی که می‌خواید از یک سوژه عکس بگیرید سعی بکنید که حداقل روی یکی از این نقاط یا در از نقطه‌های تلاقی این خطوط هم سوژه‌تون رو قرار بدید، که جلوتر اصلا بهتون میگم که یه اصطلاح دیگه داره، یه در از اصل دیگه‌ایه که در مورد صحبت می‌کنم. و همونطور که دارید توی این عکس‌ها
میبینید اینا همه عکس های استانداردی هستن که بر اساس خطوط یک سوم ثبت شدن. محل تلاقی این خطوط همونطور که باز الان دارید توی تصویر میبینید 4 نقطه رو تقاطع رو در اصل برای ما به وجود آوردن که به اینا میگن نقاط طلایی. 1, 2, 3, 4 نقاط طلایی هستن که توی تصویر ما وجود دارن. نقاط طلایی به چه دردی میخورن؟ این کاملا اثبات شده و بر اساس تجربه در سالهای خیلی زیادی این اثبات شده که مخاطب زمانی که به یک عکس نگاه میکنه چشمش در لحظه جذب یکی از این 4 نقطه میشه. قطعاً در نگاه اول چشمش در لحظه جذب یکی از این 4 نقطه میشه و بیشتر این قسمت ها رو نگاه میکنه. اگر سوژه ما توی کادرمون روی یکی از این 4 نقطه باشه قطعاً به دل مخاطب میشینه و میتونه بهترین عکس باشه از نظر مخاطب. این تصاویری که دارید میبینید تماماً توسط خودم ثبت شدن و همونطور که دارید میبینید توی تمام این عکس ها سوژه من روی یکی از این نقاط طلایی قرار گرفته که بر اساس نوع سوژه ممکنه که روی نقطه طلایی بالا، نقطه طلایی پایین یا چپ و راست در اصل قرار گرفته باشه. پس خیلی خوبه اگر که سوژه خاصی توی تصویرمون داریم که هدفمون اینه که روی اون فوکوس بکنیم و اصلا فوکوس دوربینمون رو میبریم روی اون، بهتره که روی یکی از این نقاط طلایی قرارش بدیم تا مخاطب چشمش جذب بشه. حالا یه سری ها از من سوال میپرسن و میگن که یه سری از مناظر، یه سری از کادرهایی که ما میبندیم خب توشون هیچ سوژه خاصی وجود نداره که ما بذاریم روی نقطه طلایی. دقیقاً درسته. یه سری از عکس ها هستن، یه سری از سوژه ها هستن که خب سوژه خاصی توی فورگراند یا در از پس پیش زمینه نیست و مثلا ما داریم یه منظره رو ثبت میکنیم و هیچ سوژه خاصی نیست، تماماً مثلا جنگله یا دشت و دریا و مثلا کوه ها، و خب اینجا هیچ چیزی وجود نداره که بذاریمش روی یکی از این نقاط طلایی. پس اینجا لازم نیست رعایتش بکنیم، بهتره که برگردیم به همون قانون قبلی، قانون خطوط یک سوم، و از اون سعی کنیم که استفاده بکنیم. معمولا سوژه هایی که توی تصویرمون به صورت تک وجود دارن یا حداقل از بک‌گراند جدا شدن، مخصوصا توی حالت پورتری یا در اصل با دیافراگم باز اگر عکاسی شده باشن، بهتره که روی خطوط یک سوم قرار بگیرن و علاوه بر اون سعی کنیم که روی یکی از این 4 نقطه طلاییمون هم قرارشون بدیم. بریم سراغ موضوع بعدی، هدروم، لوک روم. هیچی نمیگم، اول برید یه ویدیو ببینید برگردید. بیرحمی با دل من و تو نمیفهم. ویدیو رو دیدین؟ چه حسی نسبت بهش داشتید؟ این کلیپ جدید میثم ابراهیمی عزیز بود که توی اینستاگرامش گذاشته بود و من دانلودش کردم که به شما نشون بدم اتفاقا، چون خیلی ربط داشت به این موضوع ما و میخوام بدونم که چه حسی گرفتید از این ویدیو. الان بهتون میگم اتفاقی که اینجا افتاده توی این ویدیو، توی این کلیپ چند ثانیه، اینه که کاملا کادربندی اینجوری ترکیده. واقعا چرا ترکیده؟ چون من الان ببینید دارم با دیوار صحبت میکنم و جلوم هیچی نیست دیگه، انتهای کادره و تموم داره میشه. زمانی که شما سوژه انسانی یا پورتره در اصل توی تصویرتون دارید، حالا ممکنه انسانی هم نباشه، ممکنه حیوان باشه، باید به سمتی که نگاه میکنه فضا بدید. یعنی چی؟ یعنی دقیقا برخلاف اتفاقی که توی کلیپ افتاده. الان دقت کنید من چجوری توی کادر نشستم. سمت چپم رو عناصر حاشیه‌ای پر کردن، مثل اون لپتاپی که پشت سر، نورهایی که داره تابیده میشه، پرده و میز و خیلی چیزهای دیگه که دارید میبینید. خودم توی کادر بخشی از تصویر رو گرفتم. من الان میتونستم بیام اینجا بشینم و شما بگید به به و چه چه، وسط تصویر خیلی هم خوبه، ولی خب اصولی خیلی نیست و بهتره که خودمون رو منتقل بکنیم به سمت راست یا چپ تصویر اگر که نشستیم و داریم فیلم برداری میکنیم یا عکس برداری میکنیم. توی عکاسی افقی عمودی فرقی نمیکنه. لوکشوم یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین. یعنی من اگر دارم به این سمت نگاه میکنم، همطور که میبینید فضای روبروی من خیلی زیاده و من انگار دارم مثلا به یه بخشی توی این کادر نگاه میکنم و خفه نیستم، ولی این اشتباهه. اگر برگردم از این ور به کادرم نگاه بکنم، اگر من دارم نگاه میکنم، من اشتباه نگاه نمیکنم، عکاس، کسی که داره از من عکس میگیره یا فیلم میگیره، باید کادر رو جوری تنظیم بکنه که پشت سرم کمتر بشه، جلوم بیشتر بشه. ممکنه سوژه حیوان باشه، نگاهش به اون سمته،
کادر اونور باید فضا بیشتر داشته باشه، ممکنه به این سمت باشه، اینور باید بیشتر باشه. یه اصطلاح دیگه داریم به نام هدروم. هدروم هم میشه فضای قرارگیری سر یا فاصله سر، اگه بخوام فنیشو بگم فاصله سر از بالای کادر. ببینید من الان اگر بیام اینجا بشینم یا مثلا خودم برم پایین تر یکم، شما قطعا حس خیلی خوبی نمیگیرید از این تصویری که من الان دارم، کادری که من الان دارم. بالای سرم یه عالمه فضای خالیه و من خودم انگار دارم غرق میشم تو کادر، که این اصلا درست نیست. یا اگه بیام بالا مثلا تا اینجا بیام بالا و خودم هم برم بالاتر بشینم ببینم خودمو، آره یه همچین چیزی، حالا من توی تدوین یه ذرم کراپش میکنم که بهتر متوجه بشید. اگه بیام اینجا بشینم بالای سرم رفته، انگار پیشونیمو زدن و من اینجا نشستم دارم براتون صحبت میکنم، چشمام هم که اوت کلن، فوکوسم ریخ به هم، نه اوکی. و فضای سر سوژه در از فاصله سر سوژه تا بالای کات باید تا یه حدی باشه که نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم باشه. سوژه‌ای که توی کات قرار میدید، چه توی فیلم برداری چه توی عکاسی، حس راحتی بکنه توی کاد، نه که اون حس راحتی بکنه، نه، مخاطب فکر کنه که اون سوژه که توی کاد نشسته حس راحتی داره. این خیلی مهمه. پس حواستون باشه که توی کاد بندیتون لوک روم و هد روم رو خیلی رعایت بکنید، چون خیلی 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 مهمه و ممکنه که مخاطب ارتباط قوی باتون بگیره یا ارتباط ضعیف بگیره. و به عنوان نکته آخر اینو باید بهتون بگم که همیشه همیشه این یه چیزیه که واقعا باید رعایت کنید، این دیگه دل بخواهی نیست، واقعا اگر میخواید عکس قشنگ بگیرید عکس خوب بگیرید همیشه باید دوربین رو صاف بگیرید، یا اینوری صاف. یه سری از دوستان فکر میکنن اگر که اینجوری عکس بگیرن، فوکوس شو عزیزم، فکر میکنن اگر اینجوری عکس بگیرن خیلی قشنگ و جذابه، یا اگه اینطوری عکس بگیرن خیلی خوشگله، اینوری بگیرن خیلی خوشگله. نه، اصلا هنری نیست، اصلا جذاب نیست. لطفا صاف عکس بگیرید، یا اینوری صاف تا حدی که میتونید. اگر دیدید عکستون رو حالا تلاش کردید اینوری یا اینوری صاف بگیرید ولی صاف نشده، خیلی راحت توی نرم افزار ادیت دیگه، تا دلتون بخواد نرم افزار ادیت بهتون آموزش دادم، توی لایت روم، اسنپ سید، پیکس آرت، این شات فرقی نمیکنه، توی بخش کراپ یا بخش روتیت میتونید خیلی راحت اون درجه رو بچرخونید و خط افقتون رو صاف بکنید. توی فتوشاپ هم که دیگه به راحتی با یه رولر میتونید این کارو انجام بدید، اگرم بلد نیستید که نرم افزارهای موبایل به راحتی میتونن کمکتون بکنن. پس صاف کردن خط افق از واجبات توی عکاسیه. اگر عکستون کج باشه یا خط افقش صاف نباشه، درصد خیلی 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 زیادی از مخاطبا با عکستون ارتباط نمیگیرن. توی فیلم برداری هم همینه، توی فیلم برداری یه ذره سخت‌تره حین حرکت، ولی خب با استابلایزرها با لرزشگیرها میتونیم تا حدی این کارو انجام بدیم، توی تدوین هم میتونیم بکنیم، ولی بیشتر منظورم عکاسیه، یه عکس ثابت، یه عکس غیر متحرکی که میذارید توی اینستاگرام مثلا صاف بذاریدش لطفاً. اینقدر من از این موضوع هرس میخورم که خدا میدونه. فکر نمی‌کنم نکته دیگه‌ای باشه، قطعاً هست ولی در همین حد، در حد یک ویدیوی 10 دقیقه‌ای، حالا نمیدونم چقدر میشه در نهایت تو تدوین، ولی سعی کردم کوتاهش کنم. در همین حد فکر میکنم که نکات اصلی رو بهتون گفتم. فراموش نکنید که خوب عکس بگیرید. دمتون گرم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که از این نکات استفاده کرده باشید. حتما نظرتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید و با اشتراک گذاشتن این پست توی استوری هاتون از من و امثال من و کسایی که تولید محتوا میکنن به رایگان برای شما حمایت بکنید. خیلی مخلصم، البته ببینید اینجا من الان دستم بیرون کادره، خیلی مخلصم، دمتون گرم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.